بعد معت سوم و در صفت سوم راجعه به مرتبه شفاعت حضرت سخن خب مستحضرید که بخصوص در روزگار نوین بحث شفاعت بسیار مهم هست و مطرح شده. شفاعت به این معنی که کسی واسطه ما و خدا باشد و به واسطه اینکه ما با جفت و همراه و شفع میشویم بتوانیم که فیوضات ربانی رو به خودمون منتقل کنیم. و البته گروه اندکی از مسلمین این شفاعت رو نمیپذیرند، از جمله کسانی که عقاید وهابی دارند این بحث رو بلی میتابند و نمیپذیرند. اما بایستی گفت که تمامی عرفا، چه عارفان شیعه چه عارفان اهل سنت، همه به بحث شفاعت معتقدند و با اصول عرفان رو نه تنها سازگار میبینند بلکه اساساً بر اساس اصول عرفانی و اصول تصوف بدون شفاعت اساساً هدایت ممکن نیست. در من کسی که با کسی همراه نباشد چگونه میتواند او رو هدایت کند، چگونه میتواند او رو با خود همراه و همگام سازد؟ طبیعتاً وقتی که سخن از هدایت است، البته شفاعت یکی از اجزای مسلم آن خواهد. البته علما هدایت رو دو گونه گفتند، هدایت به مفهوم اراعت و طریق و دیگر هدایت به مفهوم ایصال به ایصال الی المطلوب یا ایصال به مطلوب. در بیان مرتبه شفاعت که عبارت از افاضه انوار ملکوتی است و استحقاق آن مر امت مرحومه را به واسطه صفای استعدادات و وجود مناسبات تواند بود. خب فرمود که حال می‌خواهد بعد از اون بحث معراج و اعراج و موارد دیگر به مرتبه شفاعت اشاره کنیم. مرتبه شفع یعنی جفت، همراه. شفی یعنی کسی که با مشفوع و با کسی که مورد شفاعت واقع می شود جفت و همراه و هم نشین می شود. شفیف کسی است که می آید و با ما همراه می شود. اگر مفهوم شفاعت حضرت رسول رو بخواهیم بدانیم این است که وجود مقدس ایشان می آید و با ما، با من نوعی، با همه ما جفت جفت می شود و ما رو همراه خودش به سرادقات ناز حضرت ربوبی می کشاند و ما رو به سرحدات حضرت معشوق نزدیک می سازد. عبارت هست از افاضه انبار ملکوتیه. خب ما که در عالم ناسوت هستیم، عالم برتر از ما عالم ملکوت هست و این عالم ناسوت انعکاس و تجلی ناقص و غیر کامل آن عالم ملکوت هست. هرچه که در این جهان ناسوت هست در حقیقت شعله ای و جرقه ای از آتش ملکوت هست. هرچه که در اینجا هست در حقیقت تجلی از آن عظمت هست. اگر اینجا ما درختی میبینیم، این درخت نشان از آن دارد که در عالم ملکوت درختی است، اما بسیار زیباتر، بسیار رعناتر، بسیار عظیمتر. او سایه این درخت، سایه آن چیزی است، آن درختی است که در عالم ملکوت است. و یا عالم مثال یا عالم خیال میتوانیم همه اینها رو نام ببریم. یعنی هرچه که در عالم مثال و عالم خیال یا به تعبیر دیگر عالم ملکوت وجود دارد که اصل در آنجاست، سایه آن و تصویر آن طبق نظر افلاطونیان و بعدا نظر نو افلاطونیان و فروتین اینها دقیقا سایه آن است. و عرفای اسلام هم این رو پذیرفتند و قبول کردند که
این جهان در حقیقت سایه ای از آن جهان است. اگر ما هر چه در اینجا میبینیم اصل آن در آن دنیا هست، در اصل آن در ملکوت است و آن تابش و آن جرقه هایی است که از عالم ملکوت بر این جهان آمده است و ما اینها رو مشاهده میکنیم. پیامبران، انبیا، اولیا، اوصیا آمدن تا به ما بگویند که تصور نکن که الان زندگی کاملی داری، این زندگی زمینی توست، حال منتظر باش ببین بعد از این زندگی جنینی چه ها بر سر تو خواهد آمد، چه گردون ها خواهی دید. اگر تصور میکنی که هر چه در این جهان از این کیهان و کهکشان لایتناهیست، وقتی که مردی، وقتی که به حیات دیگر زنده شدی، آن نخواهی دید که چه عظمت هایی در اینجا هست. دقیقا مثل حالتی که یک جنین در بطن مادر دارد و یا یک جوجه درون تخم دارد، دقیقا نسبتش چگونه هست؟ اصلا قابل قیاس نیست، یک به هزاران هزار هست و نسبتی که در آنجا هست با اینجا خیلی متفاوت است. دقیقا همان نسبت است این جهان با عالم ملکوت و عالم دیگر. خب آنها آمدن تا انوار ملکوتی رو افاضه کنند به ما، فیض بدهند به ما، و آمدن تا اینکه نورهای ملکوتی رو بر ما بتابانند. از آنجا اخباری رو برای ما آوردند، سخنانی رو از آنجا برای ما نقل کردند که چنین است و شفاعت همین است. آنها می آیند با ما همراه می شوند، با ما جفت می شوند. اولیا خودشون رو در حد بسیار پایین می آورند تا اینکه ما رو با خودشون به عالم بالا ببرند. استحقاق آن مر امت مرحومه را، استحقاق پیدا کرده این که امت ما امت مرحومه است. مرحومه یعنی مورد رحمت واقع شده و خداوند امت اسلام رو امت مرحومه نامیده است، یعنی امتی که حتما به اون رحم خواهد کرد و رحمت واسعه خود رو بر اونها ارزانی خواهد داشت به واسطه صفای استعداد. آیا همینجوری اتفاق میفته؟ نه، اینجا صفای استعداد و وجود مناسبت هم لازم است. یعنی ما باید مستعد باشیم و این استعدادان رو پاک و منزه کنیم، مستعدات که داریم خودمون رو پاک کنیم و مناسبت های بین این جهان ناسوت و ملکوت رو اندکی در خود بیابیم، حداقل مناسبات علمیش رو در این جهان پیدا کنیم. گفت پیغمبر که روز رستخیز که گذارن مجرمان را اشک ریز، من شفیع آسیان باشم به جان تا رهانم شانز اشکنجه گران. آسیان وحل کبائر را به جهد، و رهانم از عقاب نقض عهد، و از حمیم هجرشان دوری دهم، پس رحیق وصلشان بر کف نهم. هر نبیدی خواست چیزی از خدا، من شفاعت خواستم روز جزا. خب روشن از همه اهل علم و فضل هستید، من قسمتی از اینها رو توضیح ندارم. رستخیز همان رستن و خیزیدن است که جمعن شده رستخیز، همان به معنای قیامت، روز قیامت است. میفرماید که من که مجرمان رو عشق ریز، کسانی که جرم کردن در این جهان، بدی کردن و ستم کردن به خود، وقتی در آن جهان رفتن من اونها رو عشق ریز نمی گذارم. من شفیع آسیان باشم به جان. آسی کسی که اسیان می کند، کسی که نافرمانی فرمان و لوحیت می کند. من شفیع آسیان باشم به جان تا رهانمشان از شکنجه گران، از شکنجه گران و سخت اونها رو رها خواهند کرد. آسیان اهل کبائر، اهل کبائر یعنی اهل گناهان کبیره. اینکه گناهان کبیره چند هستند، بعضی گفتن هفت هستند، بعضی گفتن چهارده هستند،
و یک اتخابی دوست دارن که تعداد اینها رو بیشتر بکنند و در حقیقت یک کاری که باید انجام شود این است که یه مقدار گناه زدایی بکنیم و گویا این گناهان کبیره هفت بیشتر نیستند که همه از آنها اطلاع داریم. بقیه یکی هستند گناهان کبیره نیستند و این که اصلا گناه کبیره چیست، گناه صغیره چیست، چه عناوینی دارد، چه چیزی را میتوان گناه کبیره خواند، چه چیزی را گناه صغیره خواند، حالا این مهم است. اما حداقلش اینه که مثلا دروغ گناه کبیره است، خیانت گناه کبیره است، یا ظلم و ستم به دیگری گناه کبیره است. آن هایی که معمولا همه اینها رو گفتند و همه ادیان، همه آیین ها انسان ها رو از آن برحذر داشتند. قتل مثلا جز گناهان کبیره است. مجموعا میتوانیم هفت گناه کبیره رو به طور کامل نام ببریم. آسیان وحل کبائر را به جهد، وارهانم از عقاب نقض عهد. وقتی اینها نقض عهد کردن عقابی دارد و عذابی دارد. عقاب یعنی در عقب در آمدن، کسی که کاری انجام میدهد و از عقب او، از پشت سر او، او رو معاقبه میکنند، یعنی به دنبال او میروند. این رو بهش میگن عقاب، یا همه مجازات. مجازات مفهومش این است که کسی که کاری کرد به دنبال او میروند، به عقب او میروند تا اینکه او رو گرفتار کنند و به سزای عملش برسانند. و از همین هجرشان دوری دهم. همین از همان حمام هست، حمام جایی که آب گرم است. همین آب بسیار بسیار گرمی رو که در دوزخ وعده شده است به این میگن که میگوید از همین هجر به آنها دوری میدهم، یعنی همین هجر رو وقتی اینها نوشیدند، پس از آن رحیق بست و کفنم. رحیق شراب سرخ رنگ و رحیق میگن، شراب بسیار مدفکن و عظیم رو رحیق میگوین. میگوید که این رو دودی خواندیم. اگر دودی هم بخوانیم باز درست در میاد. بگیم و از همین هجرشان دوری برم، به اینها همین هجر ندهم، بلکه اینها رو به وصال برسانم. توسط چی؟ توسط رحیق وست که بر کف آنها می نهم، اونها رو به سمت خدا بیارم. خب اینجا هم منظور حمیم هجر است. جالبه که ما در مثال فقها و دیگران حمیم رو حمیمی می دانیم که واقعا یک آب گرمی است و آب داغی است که می خورد. آنقدر داغ است که وقتی اینها می آورند مقابل صورتشان، یشفی وجوه همون، که اینها این حرارت چهره اینها رو متغیر می کند. حرارت آن آب روی اینها و پوست اینها رو از بین می برد و اینقدر این وحشت هم دارد. منتها مولانا اینجا می گوید که نه، منظور از حمیم و رحیق حمیم هجر است، هجر یار است، و منظور رحیق رحیق وصل یار است، وصال یار است، که باز تعبیری دیگرون است. تعبیری که فقها از جهنم دارن با تعبیری که عرفا دارن بسیار متفاوت است. عرفا جهنم رو دوری از حضرت معشوق میدانند. میگویند بدترین چیز برای انسانها و بزرگترین عذاب برای انسانها این است که از خداوند دور باشند. اگر کسی بفهمد و بداند که دوری از آن مرد معشوق و محبوب عذاب چقدر زجرآور است، آن زجر او رو خواهد کشت. او کافیست، هیچ آتشی سوزانتر از آتش حسرت دوری از معشوق و محبوب نیست. هیچ آتشی نیست که بتواند چیزی رو از انسان دور کند. انسان های عاشق این رو خوب میفهمند. کسانی که عاشق بودن این رو درک میکنند که هر لحظه که اینها امکان وصل معشوق را داشتند، اما به واسطه اشتباهی، به واسطه خطایی معشوق را از خود راندند،
به واسطه روش نامناسبی معشوق رو از خود دور کرده اند، در این صورت وقتی هر وقت یادشان می آید این حسرت عظیم دلشان را می سوزاند که ای کاش با فلان معشوق، با آن معشوق چنین نمی کردم، چنین نمی گفتم، دل او را نمی آزردم. و همین باعث می شود که این مشکل همچنان ادامه پیدا کند و مشکلات بیشتر شود. این که حمیم هجر به انسان ها می دهند در برابر آن رحیق وست و بزرگترین آتشی که ممکن است در جهان وجود داشته باشد همین دوری از محبوب است. خب آخرشان دیگه هر نبیی خواست چیزی از خدا، من شفاعت خواستم روز جزا. هر پیغمبر از خدا یه چیزی خواست، ولی غالبا همه از برای خودشون چیزی خواستن. یکی گفت که مثلا حضرت نوح گفت که پسرم، مثلا حضرت لوط گفت همسرم. هر کسی یک چیزی از آن خود خواست. حضرت موسی چیز دیگری خواست، حضرت عیسی چیز دیگری خواست. خب هر کسی یک چیزی خواست. حضرت عیسی خواست که مردگان رو زنده کنن، حضرت موسی عصا و غلبه بر فرعون رو خواست. اما پیامبر اسلام هیچ برای خود نخواست، هرچی خواست برای امت مرحومه خود خواست. هر نبیی خواست چیزی از خدا، من شفاعت خواستم روز جزا، من در روز جزا شفاعت خواستم. ای درویش، متابعت وسیله شفاعت آن وقتی باشد که بنده به انتهاج منهاج متابعت آن حضرت حسب المقدور قیام نماید. میگه وقتی تبعیت این وسیله شفاعت و این توسل به شفاعت حضرت وقتی اتفاق میفتد که بنده انتهاج کند. انتهاج یعنی نهج، یعنی راه و روش. انتهاج یعنی رفتن به سوی راه و روش صحیح. راه و روش شفاعت رو باید بداند. منهاج و انتهاج منهاج یعنی راه و روش رسیدن به شفاعت و تعلق شفاعت به خود رو باید بدانن. حسب المقدور، حسب المقدور اقدام نماید، قیام کنند تا جایی که مقدور، تا جایی که میتواند چنین کنند. چه توجه به دست و لب آن حضرت، یعنی سلوک جاده اقوام و شارع افعال او موجب خلاصی است از آتش بغض و حرقت فرقت. خب چرا که توجه به دست و لب، دست کنایه از عمل حضرت است، لب کنایه از سخن حضرت است، یعنی قول و فعل، یعنی سنت پیامبر. گفتند ببینید که پیغمبر از لبش هرچه در آمد او رو توجه کنید بهش و او رو اهمیت بدید. و آنچه که به دست انجام داد، یعنی سنت پیغمبر که شامل قول و فعل است. قول آن چیزی است که از دهان جاری شد، از سخنانی که پیامبر گفته است باید ما به آن دقیقاً عمل کنیم. و فعل کاری است که انجام داده است. در اینجا دست پیامبر که اینجا منظور است همان فعل پیامبر است، کنایه از آن است. و لب که گفته آن هم کنایه از سخن پیامبر است. و دست و لب یعنی کردار و گفتار آن حضرت. میگوید سلوک جاده اقوال، اقوال پیغمبر، سخنان پیامبر جاده ای تصور کرده است. سخنان پیامبر یک جاده ای هست، در اون جاده باید رفت و منحرف نشد. و شارع افعال، شارع هم یعنی خیابان، خیابان بسیار گشاده رو شارع میگویند. افعال یعنی کارها، هم یک هم سخنان او جاده ای دارد و هم کارهای او جاده ای دارد و شارع و خیابانی دارد که ما بایستی در آنجا قدم بزنیم و از آن شارع و از آن جاده خارج نشویم. اگر خارج شویم چه خواهد شد؟ طبیعتاً به گمراهی خواهیم افتاد و از شفاعت او البته بی بهره خواهیم ماند. موجب خلاصی است. اگر میخواهیم خلاص شویم باید چنین کنیم. از آتش بود، آتش دوری و حرقت فرقت. حرقت یعنی طریق سوختن، سوختن از سوزش. فرقت هم یعنی فراق و دوری، سوزش دوری.
یعنی ما برای اینکه از بود خدا و از اینکه از معشوق از الابد جدا مانده ایم از اون خلاص شدیم، بایستی به قول و فعل پیامبر عمل کنیم، به گفتار و کردار او عمل کنیم. چنانچه در این حکایت می‌فرماید، خب اینجا یک حکایت زیبایی را بیان کرده، می‌گوید که انس بن مالک رو همه می‌شناسیم، از یاران پیامبر است و البته از بزرگان عرفا است. او اینکه قتل‌هایی در حق او انجام شده است توسط بعضی از محدثین و بعضی از متفکرین، اما در حقیقت یک انسان بسیار عظیم بوده است. می‌گوید که یک چیز عجیبی می‌گوید که انس بن مالک نشسته بود، بقیه آمدند، دستارخانی رو گشوده بودند. دستارخان معمولاً پارچه‌هایی بود که می‌گشودند، از پارچه به عنوان سفره استفاده می‌کردند، گشوده بودند و صحابه و دیگران تابعین آمده بودند و گرد این نشسته بودند. بعد از اینکه اینها خب معمولاً این سفره رو که زیاد می‌ندازند کم کم کثیف میشه و آلوده میشه و بعضاً هم معمول بوده است که دستشون رو بر همون دیگه دستمالها نبوده، دستشون رو در همانجا پاک میکردن و خب بعد از مدتی دیگه این کثیف میشد. انس بن مالک به کسی که به خادمه خود، به کسی که آورده و سفره رو انداخته، گفت که این سفره هم بر همون کثیف شده است، این رو بنداز در تنور، در آتش تنور بنداز. خب اون هم آشنا بود، جمع کرد سفره رو، مثلا نانها رو خالی کرد، خود این سفره رو همش آورد و انداخت در داخل تنور. این مهمانه که نشسته بودن منتظر بودن، الان اول تعجب کردن که این چه کاری بود که اینا رو میدونه، خب بندازید دور دیگه هر کسی بود. و بعدش گفت که مهمانان منتظر بودن که این بوی بدش در بیاد دیگه و حرامی میسوزه. بعد از یک ساعت دیدن هیچ بویی نمید، اتفاقی نیفتاد. بعد از یک ساعت گفت بیا بنا، او رفت اون خادمه و این سفره رو بیرون آورد در حالی که پاک پاکیزه و سفید و سفید شد. پرسیدن چرا این اتفاق افتاد؟ گفت که چون در این سفره پیامبر دست و لب خود رو در این سفره پاک کرده بود، از یمن آن چون دست پیامبر و لب مبارک پیامبر به این سفره خورده بود، از یمن آن این از آتش نمی سوزد و آتش این سفره رو نمی سوزاند. روش پاک کردن این از زمان پیغمبر تا حالا همین است که ما می دازیم تو آتش، بدیهاش رو پاک می کند و بعد دوباره سفره مثل اولش می شود. خب حالا این که آیا عقلی رو می پذیرد یا نمی پذیرد، آیا چون چیزی ممکن هست ممکن نیست، بحث معجزه ای که دیروز هم در خدمت دوستان بحث کردیم، واقعا آیا چنین چیزی ممکن است یا ممکن نیست؟ البته این رو فقط بایستی یا پذیرفت یا نپذیرفت. هیچ دلیل عقلی و دلیل منطقی برای صحت این موضوع وجود ندارد. اما اگر تصور کنیم که چون این چیزی در عالم ممکن است و کارهای خارق العاده و امور متافیزیک ممکن است که در جهان اتفاق بیفتد، در اونجا بسته به ایمان ماست، بسته به اندازه درک ماست. یا مثلا اون در مورد اون ستون حنامه، که ستونی که پیغمبر به اون تکیه میکرد و خیلی ها این رو خرافات میدانند که چون ستونی که پیغمبر به آن تکیه میکرد، وقتی که مردم شکایت کردن، وقتی پیغمبر صحبت میکرد در مسجد النبی، به ستونی چوبی تکیه میکرد و سخن میگفت، میایستاد بعدی که نشستن سخن میگفت. بعد که یه مقدار وسیع‌تر شد، خانه‌هاش رو بیشتر کردن، مردم از دور نمیدیدند، فاصله زیاد بود، گفتن که منبری بسازن، یک منبر سپله برای پیغمبر ساختن. بعد از آن وقتی که پیغمبر اولین بار رفت در آن سپله نشست، دیدن که صدای اندوه و آه و ناله می آید. همه توجه کردن، دیدن این ستون
حنانه شده، یعنی داره میگرید و ناله میکند که چرا پیغمبر از من دور شده است. و قصه همین است که پیغمبر آمد و به او گفت که تو در بهشت با من خواهی بود و در عرش الهی جایگزین خواهی بود و او رو تسلی داد. خب این از دیدگاه فلسفی بسیار امر مستبعدی است و اصلا چنین چیزی رو عقل هیچ وقت نمیتواند بپذیرد. اما از دیدگاه عشق این ممکن است راست در بیاید و از دیدگاه مباحث عرفانی اینها فقط اندکی از اینها در مثنوی و در جاهای دیگر آمده است. خیلی کارها و امور بسیار مستبعدی که به نظر با هیچ معیار عقلانی سازگار نیست ولی اتفاق افتاده و اینها پذیرفتند. کارهایی عرفا کردن که اندک نیست و البته اینها رو بایستی جزو تجربیات دینی به شما را برد. کسانی که خود تجربه های دینی دارن از این نوع بسیار دیدن. آنهایی که تجربه های دینی دارن، تجربه های عرفانی دارن، خود از این نوع بسیار دیدن. بنابراین کسی شاید قبول نکند ولی وقتی که یک تجربه خاصی رو در این موارد انجام داد احتمالاً خود بداند و ببیند که چون چیزی ممکن است، اما دلیلش رو نتواند توضیح دهد که چه دلیلی ممکن است که چنین اتفاقی بیفتد. حال البته عرفا بحثای زیادی کردن چون معتقدن که گفتن که پیغمبر خدا فرمود که لولا کلم آخرت و افلاق ای رسول اگر تو نبودی من افلاق رو نمی آفریدم. بنابراین آفرینش افلاق وابسته به وجود حضرت محمد صلوات الله علیه است. وقتی که ایشان علت و عامل خلقت باشد بنابراین همه چیز در جهان تکوینن و تشریعن تابع اوست و از جهت هدایت تکوینی پیغمبر بر همه اینها اشراف دارد. همچنان که حضرت عیسی مردگان رو زنده می کرد چرا که بر آنها اشراف دارد. مباحث بسیار خاصی است و البته جوابهای دیگر در ارتباط با وحدت وجود است که اگر همه اینها تجلی خداوند است می توان اینها رو پذیرفت. از انس فرزند مالک آمده است که به مهمانی او شخصی شده است. روشن او حکایت کرده که از بعد تمام، یعنی اون شخصی که مهمان انس ابن مالک بوده او حکایت کرد، او حکایت کرده که از بعد تمام دیدن است دستارخان را زرد خان. انس دید که دستارخان، همان دستار خان، خان یعنی سفره، دستارخان هم به سر می‌بستن هم به در جاهای دیگر استفاده می‌کردن. دیدن است دستارخان را زرد. ما در ترکی هم داشتیم قبلا به جای سفره دسترخان بله میگفتیم. چرکن و آلوده گفته خادمه اندر افکن در تنورش یک دمه. این رو در تنور بینداز، در تنور پرز آتش در پکند، آن زمان دسترخان را هوشمند. میگه فکر نکن که این نمیدانست، او هوشمند بود، میدانست که این آتش با این دستارخان چه خواهد کرد، میدانست که این نخواهد سوخت. جمله مهمانان در آن حیران شدند، انتظار دود و گند او بودند. انتظار بودند که الان دود گندش بیاد، بوی بدش بیاد. بعد یک ساعت برآورد از تنور پاک و اسپید و از آن اوساخ دود. اوساخ جمع وسط پلیدی و چیز ناروشن. قوم گفتند ای صحابی عزیز چون نسوزید و منقا گشت نیز. منقا یعنی نقی پاکیزه، منقا گشت یعنی پاکیزه شد، هم نسوزد به همین که پاکیزه شد. گفت از آن که مصطفی دست و دهان بس به مالیدن در این دستار خان. ای دل ترسنده از نار عذاب با چنان دست و لبی کن اختراع. وقتی که او یک شی به اختراع، و اختراع یعنی نزدیکی جستن، از قرب یا ابتعاد و دندان آن بزرگوار این نمی سوزد، خود رو به آن دست و دندان او، دست و دهان او نزدیک کن.
یعنی چه؟ یعنی به قول و فعل او مقید باش. چون جمادی را چون این تشریف داد، جمادات که اینجوری باشند، چون جمادی را چون این تشریف داد، جان عاشق را چه ها خواهد گشاد. من کلوخ کعبه را چون قبله کرد. حال اینجا طبق روالی که دارد مولانا که برای هر سخنش استدلال هایی می آورد، یکی از استدلالاش این است، می فرماید من کلوخ کعبه را چون قبله کرد. خب کعبه چیست؟ کعبه یک سنگی بود که البته سنگ های خاصی هم نیست. حجر الاسود که مقدس در این سنگ، یک شهاب سنگ که آمده است از جنس سنگ های آذرین هست، قبلا بود و این رو آوردن گذاشتن، این خصوصیت خاصی ندارد. یا سنگ هایی که کعبه رو ساختند از همین سنگ های اطراف مکه هست که تراشیدن و در آنجا گذاشتن، هیچ چیز خاصی در آن نیست. دلیل حرمت و عظمت کعبه پس از چیست؟ آیا از این خاک و گل است؟ نه، به خاطر مواجهه و دقیقه در کنار تجلیات حضرت حق بودن است که اینها پرک قرب پیدا کنند. وگر نه این کعبه، خود کعبه یک مکعب است، نه در نه، نه چندان بزرگ و عظیم است، نه چندان عجیب است مثلا مثل اهرام ثلاثه یا چیزهای دیگر که نتوان ساخت. میتوان هزار تا از مانند کعبه رو ساخت و اتفاقی هم نمیفته. یک مکعب است نه در نه در نه، که اون هم حتی زوایاش هم کاملا دقیق نیست، کاملا نه متر نیست. بعضی ها مثلا نه و مثلا 23 سانتی متر است، بعضی ها 8.90 و مثلا 3-4 سانتی متر است. حتی مکعبش هم مکعب صحیح دقیق مهندسی شده نیست، اما به واسطه اقتراب است که او اینقدر فضیلت و شرف یافته است. چون حضرت حق در آنجا رو تجلیگاه خود قرار داد و یار در آنجا بیشتر حضور دارد، از این جهت کعبه رو ما اهمیت میدهیم. جایی که معشوق یک عاشق بیشتر در آنجا سر بزند، او برای او محترم است. جایی که معشوق شخص از آنجا بیشتر قدم بزند، انسان اون خاک، اون جایی رو که اون قدم میگذارد معشوق بدان، او رو بسیار دوست میدارد، میخواهد که سرمه چشمانش کنند آن خاک پای معشوق رو. همچنان که مجنون رو دیدن که سگی آمد، سگ مریضی هم گویا بود، آمد او رو گرفت میبوسید مجنون و پای او رو بر رویش میمالید و از پاهایش میبوسید. گفتم خب تو مجنون هستی، کارات که دلیل نداره، اما بگو ببینیم چیست. گفت من این سگ را میشناسم، این سگ سگ کوی لیلی است، چون قدم بر کوی لیلی گذاشته است من این سگ رو خاص میدارم، من این سگ پاهای این سگ رو میبوسم به خاطر اینکه از کوی لیلی گذاره کرده است. و قصه همین است، خیلی مهم نیست که چه چیزی باشد. و جالب است که همه آن چیزهایی هم که به عنوان تجلیات هستند بسیار چیزهای ساده ای هستند و بسیار چیزهای معمولی و دم دست هستند. من کلوخ کعبه را چون قبله کرد، خاک مردان باش ای جان در نبرد، خاک پای عارفان حقیقی باش. او شفیع است این جهان و آن جهان. و شفاعت رو معمولا ما در آن جهان میدانیم، ولی مولانا مقدس شفیع است در هم در این جهان و هم در آن جهان. او شفیع است این جهان و آن جهان، این جهان تا دین و آنجا تا جنان. اینجا همراه تو هست تا دین، به دین برسی، و آنجا همراه تو هست تا به جنان و بهشت برسی. این جهان گوید که تو رحشان نما، آن جهان گوید که تو محشان نما. میگوید این جهان، در این جهان میگوید که راه نشان بده، در اونجا میگه اینها رو ما. چرا ما؟ ما چون زیباست و اشاره میشود. یعنی این اشاره به حدیث است که در روز قیامت همه امت ها که میآیند، همه امت های
صالحه وقتی میآیند، اما امت محمدی خیلی دارای ارج و قربت و همه انگشت نما هستند، مانند ما همه چهره هاشون خیلی درخشان و زیبا و روشن است و همه اینها رو به انگشت نشانه میدن. پیشه اش اندر ظهور و در بطون اهل قومی انهم لا یعلمون. کارش چیه در ظهور و در بطون اهل قومی؟ خدایا هدایت کن قومی مرا، انهم لا یعلمون، چرا که اینها نمیدانن. کی گفت پیغمبر این رو؟ وقتی که با سنگ زدند دندان مبارکش رو شکستند، با سنگ زدند و دنده های مبارکش رو شکستند، فرمود که اهل قومی انهم لا یعلمون، خدایا هدایت کن اینها، اینها نمیدانن که چه میکنن، اینها نمیدانن با چه کسی چنین میکنن. برخلاف آنها که یک سخنی که بگوید سریع به قتل او فتوا بدهند و سریع او رو به کشتن نسبت دهند و خلاص و شداد برخورد کنند. هیچ ما در تاریخ نداریم که کسی به پیغمبر ظاهراً حتی ناسزا گفته باشد و پیغمبر او رو عقاب کرده باشد. شاید بعضی ها به غلط بگویند که چون قدرت نداشته چون این نکرده است. خب ایشان که در مدینه قدرت داشته است، کجا شما سراغ دارید؟ یا پیغمبر یا یکی از امامان به خاطر توهین کسی به ایشان یا حتی ضربه زدن به ایشان اینها رو مثلا زندانی کنند، یا اینکه مثلا اینها رو به چیزی محکوم کنند، چون چیزی نبوده است. می آمدند رو در روی پیغمبر به او اهانت می کردند، مستقیم به او توهین می کردند، پیغمبر لبخند می زد به هیچ نمی. حتی بعضی از یاران می آمدند می گفتند اجازه بده، با شمشیر می کشیدند. جایی بود که عمر شمشیر کشید، گفت که یا رسول الله این خیلی بی احترامی کرد به شما. گفت شمشیرت رو اصلا هیچ کاری نکن و او رو باز داشت از این که شخص رو، چون عمر آدم بود که خیلی حالا گاه عصبانی میشد گاه به خاطر این که میخواست اون شخص رو بکشد. پیغمبر گفت بنشین چنین کاری نکن. او سخنی داشت که از که با ما بیان کرد. در مورد حضرت علی هم چنین است، در مورد سایرین هم چنین است. قصه مشهور امام حسین علیه السلام رو همه شنیده ایم که یکی رو پول دادن از بنی امیه که امام حسین رو که دیدی به او ناسزا بده، دشنام بود. دیدن امام حسین هم وقت جوانی بود 24-25 ساله، به او دشنام داد اون فرد. دشنام های رکیک به خود، به پدر، به جدش، به همه دشنام های رکیک و فحش از این داد. اونجوری که راوی میگه ظاهراً این نیم ساعت همینجوری خلاصه میگفته، حالا اون زمان ساعت نبوده ولی همینجوری میگفته. بعد از این که تموم شده خسته شده، گفت خسته شدی حالا یکم بشین، یکم بشین، از کجا آمده ای؟ نیم ساعت به اون فحش و ناسزا گفته، گفت بشین خسته شدی حالا بعد نفسی بگیر بازم ادامه بده، اشکال نداره، ولی تو از جای دوری آمده ای، غذا خورده ای؟ به تو آب دادن، اول بیا غذا آورد براش، آب داد بهش، بهش محبت کرد. گفت خب حالا که نفست سر جاش اومد من در خدمتم. گفت تو کی هستی؟ گفت من امام حسین ابن علی هستم که تو به او این اهانت ها رو کردی. شرمنده شد و گفت که من پول داده بودم، ولی من پول داده بودم که بیام و این رو بگم به شما. خواهم رفت و در قبیله خود به همه خواهم گفت که تو چه بودم. این سیره و روش بزرگان ما بوده است، اینکه مثلا فلان کس برای خودش یک اعتباری قائل شود و به خاطر یک سخن کوچک از کوره در برود و خدای نکرده خود رو خیلی مسئول از همه اینها بداند. صحیح پیشش اندر ظهور و در بطون اهل قومی انهم لا یعلمون. باز گشته از دم او هر دو باب، در دو عالم دعوت او مستجاب. به خاطر همه که هم در این عالم و هم در آن عالم دعوت او مستجاب است.